پس از کشته شدن دو افسر سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به سوریه، تنش‌ها میان ایران و اسرائیل همچنان در حال افزایشه. ارتش اسرائیل یک شنبه شب گفت یک هواپیمای ناشناس رو منهدم کرده که از سوریه وارد حریم هوایی اسرائیل شده بود. مقامات اسرائیل معتقدند که این هواپیما متعلق به ایران بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگه هواپیمای سرنگون شده پهپاد ایرانی بوده. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک شنبه گفت اگر لازم باشد ایران را از سوریه بیرون میرانند. ما در هر جبهه‌ای در وضعیت تنش هستیم. ایرانی ها به کرانه غربی، مرز لبنان، سوریه و غزه سلاح میفرستند. ما این تنش ها را میبینیم. ایران تلاش میکند خود را در سوریه تثبیت و به ما حمله کند. ما به ایرانی ها و عواملش، حزب الله، اجازه نمیدهیم به ما آسیب برسانند. تنش‌ها بین ایران و اسرائیل پس از آن افزایش یافت که میلاد حیدری و مقداد مهکانی، دو تن از افسران سپاه پاسداران، در حمله روز جمعه اسرائیل به دمشق کشته شدند. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ایران، یک شنبه شب گفت اقدامات اسرائیل بی پاسخ نمی‌ماند. بامداد یک شنبه هم اسرائیل مواضع شبه نظامیان نیابتی ایران در استان حمص سوریه را هدف قرار داد. رسانه‌های اسرائیل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش دادند تأسیسات پهپادی در فرودگاه از زبعه هدف حمله اسرائیل بوده. همچنین یک شنبه شب یک خودرو در محله المزه در دمشق منفجر شد. رسانه‌های سوریه میگن این انفجار به تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل مربوطه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.